درود بر شما بیننده مجموعه اسکاهی هستیم به وقت تهران به ایران اینترنشنال لندن سرخط خبر با هشدار نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان پس از حمله پیش امروز دست الله در بیروت و خامنه ای در تهران بدانند این پایان کار نیست بیانیه ارتش اسرائیل درباره خمسا کردن عملیات موشکی حزب الله اسرائیل میگوید عملیات حزب الله برای شلیک صدها موشک و راکت به مرکز این کشور با حمله پیشدستان ناکام بود. تاکید رهبر حزب مسیحی کتائب لبنان بر خلع سلاح حزب الله همزمان یک کارشناس نظامی امنیتی لبنان میگوید واکنش جمهوری اسلامی به اسرائیل از طریق حزب الله است. قطعی گسترده برق در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی مدیرعامل توانیر از مشکل تأمین برق خبر داد ویدئوهای منتشر شده ها که از خسارت سنگین به کسب و کارها به دنبال قطعی برق است انتقاد گسترده از مراسم حکومتی اربعین در رسانه های اجتماعی کاربران میگویند جمهوری اسلامی حق ندارد امکانات محدود ایران را به پای سه میلیون زائر بریزد در خبرهای ورزشی حمله روزنامه اعتماد به مهدی تاج تجهیزات وی ای آر بی کیفیت گران و بدون مجوز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال وارد ایران شده در پی درگیری نظامی امروز اسرائیل و حزب الله لبنان بنیامین نتانیاهو در آغاز نشست هیئت دولت گفت این کشور با نیروی شگفتانگیز به حزب الله ضربه میزند نخست وزیر اسرائیل همچنین با هشدار به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان گفت نصر الله در بیروت و خامنه ای در تهران باید بدانند عملیات امروز اسرائیل گامی دیگر در جهت تغییرات شرایط در شمال اسرائیل است اما این پایان کار نیست اتفاقی که امروز افتاد پایان ماجرا نیست حزب الله صبح زود سعی کرد با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله بکنه ما امروز به ارتش اسرائیل دستور دادیم که یک حمله پیشگیرانه قدرتمند برای رفع تهدید انجام بده. ارتش اسرائیل هزاران راکت کوتاه را رو منهدم کرد که هدف همه اونها آسیب رساندن به شهروندان و نیروهای ما در الجلیل بود. علاوه بر این ارتش اسرائیل تمامی پهپادهایی را که حزب الله به سمت اهداف استراتژیک در مرکز کشور پرتاب کرده بود، سه هفته پیش ما رئیس ستاد آنها را حذف کردیم و امروز نقشه حمله آنها را خنسا کردیم. نصرالله در بیروت و خامنه ای در تهران باید بدانند که این گام دیگری در راه تغییر وضعیت شمال کشور است تا ساکنان ما سالم به خانه بازگردند و تکرار می‌کنم این پایان داستان نیست ارتش اسرائیل در بیانیه ای می هیچ یک از پایگاه هایش در حمله حزب الله آسیب ندیده و هیچ کدام از پخبات حزب الله موضعی را در مرکز اسرائیل هدف قرار ندادند دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد حزب الله قصد داشته صدها موشک به سمت شمال و چندین پهپاد به سمت مرکز اسرائیل پرتاب کند که این حمله عمدتا از سوی ارتش اسرائیل خنسا شده در نخستین ساعت بامداد امروز ارتش اسرائیل در حمله ای پیش با یک صد جنگنده به پایگاه های حزب الله حمله کرده و چهل نقطه را در جنوب لبنان هدف قرار داده در این حملات دست کم دو نیروی حزب الله و یک عضو جنبش عمل کشته شدند این حملات پس از اطلاع از قصد حزب الله برای آغاز حملات پهبادی و موشکی به اسرائیل انجام شده پس از آن حزب الله صدها راکت به اسرائیل شلیک کرده. حزب الله میگوید این عملیات مرحله اول انتقام کشته شدن فعاد شکر عضو برجسته این سازمان بود العربیه در گزارش اعلام کرده یک شناور اسرائیلی در سواحل نهاریا در پی اصابت موشک حزب الله لبنان آتش گرفته. منابع العربیه از زخمی شدن پنج سرباز اسرائیلی در نتیجه این حمله خبر داده. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان چندین ساعت از تبادل آتش سنگین میگذره. ابتدا ما رو در جریان آخرین وضعیت قرار میدی و سپس واکنش ها به حملات بام داده امروز. خب سیما, سیما بذار از همه این تصویری که الان دیدیم شروع کنم تصویری که در اون دیده میشه که یک موشک به یک در واقع یک نافچه جنگ یک قایق جنگی اسرائیلی برخورد میکنه دقایق پیش ارتش اسرائیل تایید کرد که در این رخدادی که بامداد امروز در جریان تبادل آتش در در واقع آبهای شمال اسرائیل رخ داده یک سرباز اسرائیلی کشته شده و دو نفر دیگر هم زخمی شدن ارتش اسرائیل میگه که تحقیقاتی که تا الان انجام شده نشون میده که یک موشک در واقع رهگیر سامانه گنبد آهنین بوده که عامل این واقعه بوده تصاویر هم که در واقع منتشر شده به میشه این رو از روش دید در واقع حالا با توجه به اینکه من بارها هم موشک ها رو دیدم هم پهپاد ها دیدم هم موشک های رهگیر گنبد آهنین رو این در واقع نوع حرکتی که موشک داره اون شعله ای که از پشتش دیده میشه و سرعتش این نشان دهنده این هست که این موشک گنبد آهنین هست و به نظر هم میاد این رو ارتش اسرائیل هم گفته که موشک قبل از اینکه به در واقع به این شناور بخوره که شاید در چند متری بالای اون منفجر شده و ترکش های اون باعث شده که یکی از سربازان کشته بشه و دو نفر هم زخمی بشن حالا دارن بررسی میکنن در ارتش که چطور این موشک مسیرش احتمالا وقتی قصد داشته رهگیری بکنه یک پهپاد حزب الله رو تغییر کرده و به سمت قایق خود ارتش اسرائیل رفته اما از این موضوع که بگذاریم برمیگردیم به آخرین واکنش هایی که بوده اشاره کردی به صحبت های بینیامین نتانیاهو که به صورت مشخص در واقع هم رهبر حزب الله رو مخاطب قرار داد و هم رهبر جمهوری اسلامی رو و گفت که این گفت که در واقع در بیروت نصرالله و در تهران خامنه ای باید بدونند که این پایان داستان نیست این پایان ماجرا نیز از سوی دیگه در واقع در ادامه حالا این واکنش هایی که داشتیم و صحبت هایی که داشتیم یک مقام حزب الله هم با رویتر صحبت کرده این مقام حزب الله گفته که حزب الله به نوعی به گفته او برنامه ریزی کرده بود حمله خودش رو که در واقع منجر به یک جنگ تمام ایار نشه او گفته که به دلیل ملاحظات سیاسی از جمله مذاکرات آتش بستی که بین اسرائیل و حماس در جریان هست حزب تا الان به تاخیر انداخته بود در واقع این این حمله خودش رو این واکنش خودش رو اما باید گفت که همین حمله هم که الان کرده حزب الله به گفته رادیوی ملی اسرائیل به نقل از یک منبع غیر اسرائیلی تأثیری هرچند محدود روی مذاکرات در قاهره گذاشته ممنون است تو اشکان صفایی همکارمون از اورشلیم اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در حساب ایکس خود نوشت روز یک شنبه پیامی به ده ها وزیر خارجه در سراسر سر جهان فرستاده و از آنها خواسته از اسرائیل در برابر محور شرارت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به رهبری حزب الله لبنان حمایت کنند. به نوشته اسرائیل کاتس اسرائیل به دنبال یک جنگ تمام ایار نیست اما هر کاری که لازم باشد برای محافظت از شرفندان خود انجام خواهد داد. در ایران علی خامنه ای در سخنرانی روز اربعین بدون اشاره به درگیری نظامی حزب و اسرائیل گفت جنگ با دشمنان همچنان ادامه دارد خامنه ای با بیان نقل قولی از امام سوم شیعیان تاکید کرد موظف جنگیدن با دشمنی هستیم که با جبهه ما در حال جنگ است خامنه ای در ادامه گفته شیوه جنگ در ادوار مختلف متفاوت است و در هر دوره باید با شیوه و روش درست جنگید حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب هاشمیان نتانیاهو بعد از حمله امروز به خامنه ای و حسن نصرالله هشدار داد این پایان کار نیست این به معنی ادامه و تشدید درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیله؟ این به این معنیه که حملاتی که علیه فرماندهان و رهبران حماس، حزب الله و گروه های دیگه از سوی اسرائیل صورت میگیره چه در بیروت، چه در فلسطین، چه در جای دیگه و چه در تهران از نظر آقای نتانیاهو ادامه خواهد یافت و این حملاتی که الان به این شکل در واقع حزب الله انجام داده هیچ تأثیری بر سیاست اسرائیل و سیاست آقای نتانیاهو نخواهد گذاشت طبیعتا از زمانی که رخداد مجلل شمس اتفاق افتاد و حزب الله به این منطقه در جولان حمله کرد یه مقدار دایره درگیری ها و مساحت درگیری ها توسعه پیدا کرد منتها حملاتی که اخیرا اتفاق افتاده نشون میده که در همون دایره که بعد از مجدل شفت رخ داده در همون دایره مونده و در واقع توسعه بیش از اون پیدا نکرده و حمله ای که حزب الله انجام داد نه ارزش نظامی داره و در ارزش استراتژی و فقط به درد پروپاگاندا و تبلیغات حسن نصرالله و جمهوری اسلامی میخوره همونطور که در بیروت ما شنیدیم قرار نصرالله تا لحظات دیگر یا ساعت دیگر سخنرانی کنه و در تهران هم دیدیم که خامنه اونجا سخنرانی کرد حزب لبنان گفته حملات امروزش به اسرائیل مرحله اول بوده مراحل دیگری هم در راهه ارزیابیتون از این موضوع چیه این هم آیا یک پروپاگانداست نه دقیقا این بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی و حزب الله است و در واقع اونها توانایی انجام عملیاتی بیش از اون چه که الان انجام دادن ندارن به دلیل اینکه واکنش اسرائیل و موقع شامل کل لبنان میشه و شامل جمهوری اسلامی هم خواهد شد بنابراین با توجه به این قدرت و توانایی اسرائیل اونها دست به این کار نمیزنند و الان خیلی ها در جهان عرب ما دیدیم که حملات حزب الله را به شکلی مسخره کردن به عنوان مثال آقای فیصل القاسم مجری معروف الجزیره اتفاقا الجزیره رسانه است که از جمهوری اسلامی و حزب الله به شکلی حمایت میکنه در این درگیری آقای فیصل القاسم در شبکه ایکس گفته که این حملاتی که حزب الله انجام داده بیشتر شبیه جنگ تبل تو خالیه ما فقط سر و صدای اونها رو میشنویم ولی هیچ تأثیری رو واقعیت زمین و درگیری ها نداره و بنابراین و خیلی افراد زیادی دیگه نظرات خودشون رو گفتن و مسخره کردن حملات حزب الله و جمهوری اسلامیه و کسی اینو باور نداره که جمهوری اسلامی واقعا وارد یک درگیری اساسی با اسرائیل بشه که بتونه ضربات سختی به اسرائیل بزنه چین چیزی اصلا وجود نداره و حتی انتظارم ندارن که چین چیزی اتفاق بیفته سپاس از شما حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب که از واشنگتن همراه ما بودید رهبر حزب مسیحی کتائب لبنان با انتقاد از حزب الله لبنان خواهان خلع سلاح این گروه شد همزمان نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان نشست اضطراری با مقامات و وزرای موقت این کشور برگزار کرد حزب الله هم با انتشار بیانیه اعلام کرد مرحله اول حمله تلافی جویانه به پایان رسیده میفرهاد و جزئیات بیشتر اعلن حزب الله صباح اليوم انه قام بالمرحله الأولى للرد على اختيال القيادي فؤاد شكر و... امروز حزب الله حمله گسترده را در واکنش به ترور فؤاد شکر از فرماندهان بلند رتبه این گروه آغاز کرد حزب الله اعلام کرده پایگاه و مواضع اسرائیلی را هدف قرار داده تا بتواند حمله گسترده پهپادی را بدون مانع اجرا کند حزب الله مدعی از تعداد راکت های کاتیوشایی که تا کنون شلیک شدند از 320 راکت فراتر رفته است. بنابر ادعای حزب الله حملات این گروه 11 پایگاه و پادگان نظامی در شمال اسرائیل و بلندی های جولان را هدف قرار داده و مرحله اول پاسخ به ترور فاد با موفقیت به پایان رسیده است. در همین حال رسانه های اسرائیلی و آمریکایی خبر دادند حمله اسرائیل به لبنان در ساعات اولیه بامداد یک شنبه یک حمله موشکی برنامه ریزی شده توسط حزب الله به اسرائیل را دقایقی قبل از وقوع خنسا کرده است شبکه دوازده اسرائیل به نقل از منابعی گزارش داد حزب الله در حال آماده سازی حمله ای به تاسیسات استراتژیک در مرکز اسرائیل بوده که نیروی هوایی اسرائیل یک رب قبل از آغاز عملیات آن را خونسا کرده است یک منبع اطلاعاتی غربی نیز به روزنامه نیویورک تایمز آمریکا اعلام کرد حمله ناگهانی اسرائیل به پرتابگرهای موشکی که قرار بود تلاویو را در ساعت 5 صبح هدف قرار دهان سر به زده است همزمان ارتش اسرائیل حملات خود به روستاهای جنوبی لبنان را ادامه داده در این حملات یک خودرو هدف قرار گرفته است که هنوز از هویت سرنشینان آن اطلاعاتی منتشر نشده است لبنانیها ها با نگرانی منتظر تحولات بعدی هستند چرا که به نظر می رسد مرحله دوم حملات حزب الله نیز به زودی آغاز خواهد شد. خالد حمده کارشناس مسائل امنیتی و نظامی لبنانی در مصاحبه با ایران اینترنشنال میگوید با تشدید درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل از این پس با شاهد شروع جنگ جدیدی در جنوب لبنان خواهیم بود به باور او جمهوری اسلامی از طریق حزب الله پاسخ اسرائیل را خواهد داد که این موضع موضع عواقب جدی برای منطقه خواهد داشت من فکر می کنم با وجود اینکه حزب الله اعلام کرده مرحله اول حملات تلافی جیانه حزب الله به اسرائیل تمام شده و ساکنان شمال اسرائیل هم به خانه هایشان برگشتند و به رغم انتخاب های محتاطانه حزب الله نگرانی در مورد تشدید درگیری ها از جانب اسرائیل همچنان وجود داره زیرا اسرائیل گفته به اهدافی در داخل لبنان حمله خواهد کرد بنابراین ما در آینده نزدیک شاهد شروع جنگ جدیدی در جنوب لبنان خواهیم بود به باور من امروز ممکنه مرحله اول عملیات انتقام فواد شکر تمام شده باشه ولی باید بدانیم این حملات عواقب خیلی جدی برای منطقه خواهند داشت مشابه حمله ای که اسرائیل در دمشق کرد که پاسخش ارسال موشکهایی از ایران به مناطق مختلف اسرائیل و ایجاد تشنج در منطقه شد. نتیجه حملات امروز حزب ارسال پهپاد و موشک شد که به جنوب لبنان فرستاده شدند. البته حزب الله میگوید منهدمشان کرده. اسرائیل مدعی است که هزاران موشک حزب را منهدم کرده. از طرفی حزب اعلام کرده به اهدافی که میخواست حمله کرده. در ظاهر یک موقعیت برد برد برای هر دو طرف است اما در واقع این مقدمه ای برای شروع یک جنگ تمام ایار بین ایران و اسرائیل است حقیقت ماجرا این است که حزب الله با حملات موشکی همزمان تعداد زیادی از اهداف مورد نظرش در اسرائیل را هدف قرار داده اما نباید فراموش کنیم که حزب الله به دنبال اهدافی ارزشمندتر از مقاصد نظامی است اسرائیل بر این باور است که هدفهای ارزشمندش آسیب ناپذیر هستند باوری که به نظر من اشتباه است در زم نباید فراموش کرد که حزب الله به دنبال اهداف غیر نظامی نیست اگر واقعا در این حملات هدف امنیتی وجود داشته باشند مرکز امنیتی اسرائیل و مهمترین نهادهای اطلاعاتی اسرائیل هدف نهایی حزب الله هستند اسرائیلی ها ممکن است فکر کنند که انتقام کشته شدن فادشک گرفته شده است و حملات هم پایان یافتند اما حمله کامل مدتی طول خواهد کشید و این یعنی جنگ در لبنان تمام نشده است در ضمن تاثیرات منفی تنش بین تهران و اسرائیل و ایالات متحده در منطقه هم نباید نادیده گرفته شود این حرف من بدین معناست که واکنش ایران به اسرائیل از طریق حزب الله است و این تصمیمات می تواند تصورات ما را تغییر دهد و این تنش ها می تواند باعث حمله اسرائیل به تهران شود اگر اسرائیل تصمیم داشته باشد که به تهران حمله کند از این حملات به عنوان یک فرصت استفاده خواهد کرد سپاس که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالیت نگاهی دوباره به سرخط خبرها هشدار نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان پس از حمله پیش دستانی امروز نصرالله در بیروت و خامنه ای در تهران بدانند این پایان کار است. بیانیه ارتش اسرائیل درباره خونسا کردن عملیات موشکی حزب الله اسرائیل میگوید عملیات حزب الله برای شلیک صدها موشک و راکت به مرکز این کشور با حمله پیش دستان ناکام ماند. مدیرامل توانیر ایران از ضرورت صرف جویی ده درصدی مصرف برق از سوی مردم با توجه به ادامه موج گرما خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی گفته افزایش مصرف موجب بروز مشکل در تأمین پایدار برق شده. سخنگوی صنعت برق تقاضای روز گذشته در کشور را 77 هزار مگاوات اعلام کرد و گفت میزان تقاضای مصرف برق 42 روز است که از اوج مصرف در سال گذشته بالاتر رفته. در همین رابطه دبیر سندیکای صنعت آلمینیوم از افزایش روزهای خاموشی صنایع به سه روز در هفته خبر داد. به گفته آریا صادق نیت علاوه بر این از 18 مرداد ماه در برخی از شهرکای صنعتی از ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب هم برق قطع می شود. و اضافه کرده قطعی برق صنایع نه تنها تولید پیوسته را غیر ممکن می کند بلکه خسارات سنگینی به شرکت ها وارد آورده. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان میگوید قطعی برق مشکلات زیادی را برای باخای پسته و حسچه های پرورش ماهی ایجاد و خسارت سنگینی به این بخش ها وارد کرده. به گفته محمد رضا ترابی این مشکلات باعث شده 20 تا 40 درصد محصول پسته استان کرمان پوک شود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده تلفات بالای مرغداری‌ها به خاطر قطع برق است. جعفر جعفری عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گلستان با تاکید بر تداوم مشکلات صنعت مرغداری گفته قطع برق واحدهای مرغداری باعث از بین رفتن چندین هزار جوجه می شود. ادامه قطعی برق خانگی و صنعتی در ایران با اعتراض شهروندان مواجه شده. مخاطبان ایران اینترنشنال با انتقاد از ناتوانی حکومت در تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم از آسیب دیدن کسب و کارهایشان گفتند. سه از جال گلشن حرکت کردیم طرف روز دهستان ناوب اینجا هم برگ نیست حالا ساعت تقریبا بیست و است اینجا هنوز هم برگ نامده فیروز آباد فارس امروز دو بار برگ ما رفته متاسفانه همجور که میبینید این از وضعیت زندگی ما عطا حسینیان روزنامه اقتصادی و حوزه انرژی میگوید به غیر از برق در بخش‌های دیگر انرژی اوضاع ایران خوب نیست و سیاست های جمهوری اسلامی اجازه سرمایه گذاری در بخش انرژی را نداده بخاره تنها برق نیست ما تو بخش دیگه انرژی هم وضعیت بهتر برق نداریم که چه بسا بدتر هم داریم بعد از تموم شدن سریال کم بود برق یه ماه و نیمه دیگه سریال جدید گاز و نبود گاز شروع میشه و مردم اون وضعیت رو متاسفانه تجربه خواهند کرد اما اینکه چرا انجام نشده واسه اینکه سادش اینه که خواست خرجی جمهوری اسلامی اجازه نداده که ما تو صنعت برق لااقل تو این دهه ای اخیر سرمایه گذاری کنیم ما حالا 8 درصد سالانه رشد مصرف داریم این رشد مصرف یعنی 8 درصد باید جایگزین بشه یعنی نیروگاهی ساخته بشه یا نیروگاه حرارتی ما تبدیل به ترکیبی بشه که این 8 درصد سالانه یک جوری جبران بشه تقریبا دهه گذشته این 8 درصد جبران نشده این 8 درصد ها روی هم انباشته شده از دول اواخر دولت اواسط دولت آقای روحانی تا دولت رئیسی و همین الان و نتیجهش همینه که ما تقریبا 20 هزار مگاوات در پیک مصرف برق نداریم دیگه و الان انقدر که دیگه وضعیت خراب شده هر چقدر تونستن سماه تابستون به صنایع فشار آوردن نتیجه نداده جوابگو نیست حالا نوبت خونه هاست و بخش خونه ای هم آسیب شده داره بیه. با هم نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از ایران مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران از وقوع آتش در جایگاه سوخت نزدیک پارک سایی در خیابان ولی است و مهاران خبر داد. فریدون یاسمی گفت مسئول این جایگاه بدون هماهنگی اقدام به جوشکاری و لایروبی لا کرده و به همین دلیل مخزن بنزین دچار حریق شده. زهر حمیدی بازیگر سینما و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیماری سرطان این درگذشت. زهر حمیدی متولد 1338 در شهر عراق بود و از ابتدای دهه 70 وارد عرصه ی سینما شد. زهر حمیدی تجربه بازی در بیش از 30 فیلم و سریال رو در کار هنرش داشت. براساس آخرین برآوردهای های مرکز آمار ایران جمعیت استان تهران از مرز 14 میلیون و 400 هزار نفر گذشته این در حالی است که بیشتر محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفته بود پایتخت بیش از دو برابر ظرفیتش جمعیت دارد روز گذشته اخباری مبنی بر رسیدن جمعیت ایران به 91 میلیون نفر منتشر شد اما معاون اطلاعات آمار استان تهران آن را رد کرد صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی کشور برای مراسم اربعین با حضور جمعیتی اندک اعتراض ها و انتقادهای بسیاری به دنبال داشت همکارم نوشین خانی اینجاست تا به تعدادی از نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی بپردازیم نوشین سیما الان سه هفته است که مملکت درگیر برگزاری مراسم پیاده روی اربعینه کلی هزینه کردن تمام امکانات کشور در اختیار زائران قرار گرفته نه فقط زائران ایرانی بلکه از کشورهای اطراف مثل افغانستان و پاکستان هم بودند مردم دوچار مشکل شدن عنوان نمونه حمل و نقل عمومی نبوده برای مردم در اختیارشون نبوده و به کل کاربرها دارن از اختصاص تمام این بودجه ها به این مراسم انتقاد میکنن بریم ببینیم دیگه چی گفتن حدودا پنج شیش ساله که بریز و بپاش از محل اموال عمومی و بودجه کشور در مراسم حکومتی راهپیمایی اربعین مورد توجه شهروندان ایرانی قرار گرفته این ماجرا در دولت دوم حسن روحانی به نوعی مد شد در دستگاه های دولتی و وزارت خونه ها هر بخشی برای خودش یک ستاد اربعین را انداخته و از صندوق های بازنشستگی تا وزارت خونه ها هر کدام یک بخشی از بودجهشون را برای این راهپیمایی اختصاص میدن امسال مسعود پزشکیان و کابینش نیومده سراغ اربعین رفتند محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان اولین ابلاغیه رسمیش تصویب بودجه 400 میلیاردی برای جلوگیری از گرمازدگی شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین بود اون هم در شرایطی که به خاطر قطعی مکرر برق خیلی از شهروندان ایرانی وسط تابستون در زحمت هستند فرزانه صادق وزیر مسکن پزشکیان هم اولین کارش بعد از رأی اعتماد بازدید از خدمات دهی به شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین بود هزاران دستگاه اتوبوس و هزاران میلیارد بودجه هر سال صرف میشه تا جمهوری اسلامی بتونه قدرت چیزی که بهش هلال شیعی میگه رو به رخ بکشه این وسط شرکت کنندگان در این راهپیمایی تلفات سنگین هم میدن مردم توی این وضعیت اقتصادی و شرایطی که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه برقشون رو تامین کنه همگی یک سوال رو به اشکال مختلف میپرسند سوالاتی که ترجیح بند اونها اینه یک کلمه چرا کاربری نوشته ده پونزده سال پیش چیزی به اسم پیاده روی اربعین وجود نداشت اقتصاد یعنی در ازای خدمت اجرت گرفته بشه در ادامه پرسیده آیا از زائرین اجرت میگیرن اونجا و در, در توضیح جواب سوالش گفته تموم وسایلی که اونجاست از ایران رفته اون هم از بودجه بیت نویسنده این پست روایتی از همکارش رو به اشتراک گذاشته که به زبان عربی تسلط داشته و از یک عراقی سوال کرده و او هم گفته بودجه بیشتر موکه به عراقی ها رو ایران داده تا به اربعین شور بدن آب و برنج و روغن و مرغ و چند میلیون پول نقد بیشتر دستشویی و جاده و امکانات رو هم که ایران ساخته خیلی از کاربرها تصاویری از پیاده روی اربعین منتشر و انتقاد کردند. برای نمونه این کاربر با انتشار این عکس پرسیده بسیجی های دانشگاه شریف که به خاطر مختلط شدن سلف سرویس دانشگاه اعضا گرفته بودند الان اربعین با کنار هم خوابیدن زن و مرد تو کربلا اوکین یا این عکس که با این توضیح به اشتراک گذاشته شده تصویر بالا پذیرایی با هزاران میلیارد بودجه ای ایران در اربعین عراق و تصویر پایین پذیرایی از یک ایرانی در ایران مجید هم با اشاره به اختصاص 120 میلیارد تومن بودجه در سال جاری برای اربعین پرسیده هزینه چهار میلیون بازمانده از تحصیل چقدره امیرعلی تنه زده و گفته لطف کنین یه چهار تا اتوبوس هم توی کشور بذاریم شاید کسی خواست بین شهرها جابجا جا شه و کار و زندگی داشته باشه مرسی از مدیریت زیباتون رزا گفته زیارت قبول من مشکلی با زیارت کربلا ندارم ولی واقعا این حجم هزینه برای اینکه چند میلیون نفر در عرض سه هفته وارد عراق بشن رو درک نمیکنم و انتقاد کرده که مملکت سه هفته تعطیل اتوبوس قطار و هواپیما برای مسیرهای دیگه نایابه و نهایتا این واکنش کاربری نوشته با راهپیمایی اربعین به صورت فردی و با هزینه شخصی موافقه اما با هزینه کرد دولتی حتی به اندازه یک ریال مخالف و البته گفته جمهوری اسلامی با تبلیغات وزی... وسیع سیاسی و مردم جوگیر باعث این حرکت بینظم و غیرقابل کنترل میشه که هزاران میلیارد رو هم هدر میده و در پایان هم ویدیویی ببینیم از گزارش یک و سرگردانی مردم و نبود حمل و نقل عمومی در روز از ساعت ده تا الان هیچ بیارتی تو مسیر پایان جوانم قصاب تا پایانه لاله تعداد نکرده مردم که تو جوانمرد خسته هستن و داخل خواوران و تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما هم بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال و بخش های مختلف خبری شما هم میتونین با ارسال ویدیو و پیام هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنین میتونین به شماره ای که پشت سر من میبینین با ما در واتساپ و تلگرام در تماس باشین در ادامه این بخش هم برمیگردم به همکارم سیما ممنون پلیس آلمان اعلام کرد یک مرد 26 ساله خود را به پلیس تسلیم و اعتراف کرده به جشواری خیابانی در غرب این کشور حمله کرده. گزارش ها حاکی از و پناهجو است. داعش روز شنبه مسئولیت این حمله خونین را بر عهده گرفت اما هیچ مدرکی مبنی بر رابطه با مهاجم ارائه نکرد. در جریان حمله به شرکت کنندگان در فستیوال زولینگن سه نفر کشته 8 نفر زخمی شدند که حال 5 نفر از اونها وخیم گزارش شده. همکارم علی حسنپور از برلین همراه ماست علی چه اطلاعات بیشتری درباره این حمله شخصی که خودش رو تسلیم پلیس کرده و شواهدی که نشون میده زارب با داعش در ارتباط باشه خب در ابتدا باید بگم که اهمیت این حمله به حدی بالاست که دادرسانی کل آلمان روند رسیدگی به این پرونده رو بر عهده گرفته از سوی دیگه مقامات قضایی ضد تروریستی آلمان هم تحقیقات خودشون رو بر روی این موضوع آغاز کردن گفته میشه مزنون این حمله یک پناهجوی 26 ساله سوریه ای هست به اسم ایسا بر اساس اطلاعات جدیدی که رسانه تاگس شو ساعتی پیش منتشر کرد گفته شده او در سال 2022 از طریق بلغارستان وارد اتحادیه اروپا شده در بیلفل تقاضای پناهندگی کرده و طبق قوانین دوبلینگ درخواست پناهندگی او رد شده و قرار بوده در سال 2023 به بلغارستان برگرده در دونده بشه اما از اونجایی که پس از رد پناهندگی به طور مخفیانه در آلمان زندگی کرده دولت اخراجش نکرده بهش حمایت اجتماعی داده و او رو به کمپ پناهندگان زولینگن فرستاده جایی که دیروز پلیس در جهت تحقیقات خودش به اونجا یورش برد بر اساس گزارش ها او با لباس خونی خودش رو به پلیس تسلیم کرده و به این حمله هم اعتراف کرده خب پیشتر گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته بود این گروه شبه نظامی در بیانیه‌ای که در حساب تلگرامی خودش نشداد عامل این حمله رو سرباز دولت اسلامی توصیف کرد و گفتش که این حمله برای انتقام مسلمانان در فلسطین انجام شده حالا مقامات غذایی آلمان در این خصوص اعلام کردند که این جوان 26 ساله مزنون به عضویت در داعش هست و همچنین شواهد مستقیمی پیدا کردن که نشون میده او با این حمله مرتبط هست با این حال داعش هیچ مدرکی برای ادعای خودش ارائه نکرده مشخص هم نیست که رابطه بین مهاجم و داعش چقدر نزدیک بوده در همین رابطه دیروز ابتدا گفته شد یک پسر 15 ساله دستگیر شده که گویا مزنون اصلی به او اطلاع داده بوده که قرار هست این حمله رو انجام بده گفته شده دو زن گفتگوی این دو نفر را شنیدن و به پلیس اطلاع دادن همچنین یک پناهجوی دیگه در هایم زولینگن دستگیر شده جایی که او زندگی می کرده قرار بوده که به عنوان شاهد از او هم بازجویی بشه پلیس چاقوی هم در نزدیکی محل حادثه پیدا کرده که معتقد هستش که عامل حمله از اون چاقو استفاده کرده میدونیم که در این حمله مرگبار دو مرد 56 ساله و 67 ساله و یک زن 56 ساله کشته شدند به همین مناسبت هم امروز مراسم یادبودی برای قربانیان در کلیسای شهر زولینگن برگزار شد این حادثه در واقع فستیوالی رو که قرار بود بوده سه روز با برنامه های متنوع به مناسبت 650 سالگی تأسیس شهر زولینگن برگزار بشه رو در واقع به یک فاجعه تبدیل کرد ممنون است و همکارمون علی حسنپور از برلین نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان <applause> پاول دروف، مدیر اپلیکیشن پیام رسان تلگرام شب گذشته در فرودگاه برژه حومه پاریس بازداشت شد. رسانه های فرانسوی به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند. دروف میلیاردر فرانسوی روسی مؤسس و مدیر عامل پیام تلگرام قرار است امروز در دادگاهی در فرانسه حاضر شود. پلیس فرانسه پیشتر مدعی شده بود نبود سازوکارهای نظارتی در تلگرام باعث گسترش فعالیت‌های مجرمانه در این پیام رسان شده. پلیس فرانسه مردی را به اتهام تلاش برای آتش زدن یک کنیسه در جنوب این کشور دستگیر کرد. بنابر اعلام وزیر کشور فرانسه مظنون بود مرد 33 ساله اهل الجزایر است که هنگام دستگیری به سمت پلیس شلیک کرد. وزارت کشور فرانسه این حادثه را به عنوان یک حمله یهود ستیزانه مورد بررسی قرار میدهد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از ادامه حملات حوسی وابسته به جمهوری اسلامی به نفتکش سونیان به شدت ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف این حملات شد. در این بیانی آمده تداوم این حمله ها خطر نشت یک میلیون بشک نفت به دریای سرخ به همراه دارد و به یک فاجعه زیست محیطی بسیار بزرگ منجر می ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روز ملی استقلال این کشور اعلام کرد کیف از موشک پهپادی جدیدی در حمله روز شنبه به کورسک در روسی استفاده کرده که بسیار سریعتر و قدرتمندتر از پهپادهای ساخت داخل است. رئیس جمهور اوکراین در 33 سومین جشن استقلال این کشور پوتین رئیس جمهور روسیه را پیرمرد بیمار میدان سرخ خطاب کرد و گفت از این موشک‌ها برای مقابله با روسیه و حمله به پالایشگاه‌های نفت و فرودگاه‌های نظامی آنها استفاده کردند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد در حمله روز شنبه روسیه به هتلی در که در شرق اوکراین یک خبرنگارش ناپدید و دو خبرنگار دیگر به شدت زخمی شدند. فرماندار منطقه دونتسک صبح یک شنبه با تایید این خبر گفت پلیس و امدادگران در محل حضور دارند عملیات آواربرداری و نجات ادامه دارد دادستانی کل اوکراین هم در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای روسی احتمالاً با موشک اسکندر ام به شهر گراماتوسک حمله کردند همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست نیلوفر روسیه تو شبانوز و گذشته حملات شدید رو به مناطق مسکونی تو شمال و شرق اوکراین انجام داده آخرین ها را از دقیقا این حملات در دو نقطه به طور مشخص متمرکز بوده در منطقه دونتسک و همینطور در سومی در شمال اوکراین در واقع هم مرز با منطقه کورس جایی که نیروهای اوکراینی در حال پیشروی و تصرف خاک روسیه هستند شاید به این منظور که به نوعی روسیه این حملات رو متوقف بکنه و تلاش بکنه تا نیروهای اوکراینی رو برگردونه به خاک خودشون از طریق حملات بی امانی که به مناطق مسکونی در شمال اوکراین داره انجام میده اونطور که مقام های محلی اوکراینی اعلام کردن در منطقه سومی در شبانه روز گذشته بیش از 260 حمله انجام شده به وسیله سلاح های مختلف موشک پهباد و به اشکال دیگه اونطور که اونها گفتن و در این دو منطقه ای که گفتیم یعنی چه در سومی چه در دونتسک حدود 11 نفر جان خودشون رو از دست دادن در منطقه سومی بیشتر مناطقی که بهش حمله شده مناطق غیر نظامی بوده که باعث زخمی شدن افراد دیگه ای هم شده به غیر از اون در منطقه دونتسک هم میبینیم که حملات به بخشای مختلفی گزارش شده از خرسون گرفته تا خارکیف و نقاط دیگه در گراماتورس که همونطور که اشاره کردی به یک هتل با موشک روسیه حمله کرده اونطور که مقامات محلی میگن در این هتل علاوه بر اتباع کشورهای خارجی یا اوکراینی هایی که در اونجا بودن خبرنگارانی اقامت داشتند که در حال پوشش جنگ بودن این منطقه خیلی دور نیست از در واقع جبهه یا خط نبرد با روسیه و به همین دلیل که خبرنگاران در اونجا حضور داشتن یک تیم شش نفره از خبرگزاری رویترز در این هتل بوده که اونطور که رویترز اعلام کرده یک نفر از خبرنگارانش ناپدید شده و دو نفر دیگه به بیمارستان منتقل شدن همچنان اونطور که مقامات محلی میگن جستجو برای پیدا کردن این خبرنگاری که گم شده در این منطقه ادامه داره برای آواربرداری و همینطور پیدا کردن او در شرایط فعلی معمولا هرچی که زمان میگذره شانس یافتن یا زنده پیدا کردن افراد از زیر آوار سختتر هم میشه همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین یک توییتی رو منتشر کرده گفته دو سال و نیم از جنگ از حمله روسیه به اوکراین میگذره اشاره کرده به اینکه در این مدت هزار موشک رو شلیک کرده به سوی اوکراین روسیه و همینطور سی و سه هزار بمب رو بر روی نقاط مختلف اوکراین انداخته که این در واقع باعث تخریب خیلی از زیر ساخت ها و همینطور مناطق مسکونی اوکراین شده از طرف دیگه با خبرنگاران هندی صحبت کرده در کیف در اون اشاره کرده به گفتگوهایی که در جریان از طرف اوکراین با کشورهای مختلف برای مذاکرات صلح اوکراین دو نشستی که ولادیمیر زلنسکی امیدواره بتونه به زودی برگزار بکنه و بالاخره روسیه رو پای میز مذاکرات بیاره و در شرایطی که تونسته کشورش در خاک روسیه هم پیشروی بکنه امیدواره تا بتونه کمی دست بالاتر رو در این مذاکرات داشته باشه هرچند که تا اینجا روسیه نپذیرفته مذاکره با اوکراین رو که با ترکیه عربستان و همینطور قطر در حال مذاکره و استقبال کرده از اینکه اگر هند میزبانی این مذاکرات رو به عهده بگیره ممنون از توضیحات مثل همیشه دقیق تو همکارمون نیلوفر پور ابراهیم از پاریس میدونین میتونین در اپلیکیشن اینتل پلاس آخرین خبرها رو دریافت کنین تو این اپلیکیشن برنامه های خبری مستندها و پادکست های ایران اینترنشنال در دسترستونه همه این و بیشتر تنها با دریافت این اپلیکیشن که برای دستگاه های هوشمند طراحی شده قابل دریافت. سپاس از همراهیتون با مجموعه خبری اسکا از...